چون که شنیدین برق قسمتی از استودیو رفت، طبیعی همیشه همه جا ممکنه پیش بیاد، حالا دوباره برگشت. دوستان زحمت زیادی کشیدن، ما اومدیم سر کارم. احتمال داره که یه 6-7 دقیقه ما برنامه‌مون رو اضافه ببریم. این شعر من با شما نوشتم، خوندم، یه خود با متانت، حالا یه خود تندتر بخونم. تو لالی و من لال و یار لال است به نزد شیخ، خون ما حلال است نبیند گر خروش و خیزش از ما، رهایی از رژیم او محال است. این خط زیرش رو دوستان اضافه کردن، ببیند، یعنی این جمهوری اسلامی اگر ببیند گر خروش و خیزش از ماها، رهایی از رژیم او جواب است. یعنی جواب خیزش و خروش ما رفتن رژیم آقایونه. زیاد روش بحث نمی کنم، این رو من خوش آمد که با شما یه خود تعریف بکنم. بازتون توضیح دادم که ما 4-5 هفته است که توی مسیری هستیم که یه مقدار ضمن این که گروه نظام سیاسی عقاب و طرح عقاب مطلق سر جاش وایساده، داریم یه خودم این وقتر نگاه میکنیم بینیم این دگرندشانی که تو ایران هستن اینا چی میگن، نظرشون چیه. و خیلی خوب میشه که ما وقت پیدا کنیم آخر سر یه مقداری نظر شما رو بگیریم، چون یه مقدار وقت کم اومد. من یه خود تندتر میرم، بی زحمت اون ساید اولی رو که نمره نداره بذاریم. ببینید دوستان، این راهکارهای نوین طرح نوین از این حرفا نیست، عقاب سر جاشه، ولی دنبال این راهکارها میگردیم که عملی و منطبق با شرایط و نیازهای امروز ایرانمون باشه. بریم سر اسلاید شماره 1 بزمد. من تون میخونم جناب یکو، وقتی تون خوندنم تموم شد شما اسلاید رو بردار، بعد من توضیح میدم. یادآوری: چرا مردم استقبال چندانی نسبت به حرکت‌های حق طلبانه نشان نمی‌دهند؟ دلایلش به نظر ما یک، ترس از عدم موفقیت دوباره، نگرانی‌های شخصی، نبود رابطه کارساز بین دگراندیشان داخل کشور و اجتماع. سلاد برش دارین تا حالا من یه خود توضیح بیشتر بدم. ببین عزیزان، صحبت سر اینه که مردم چطور شد که استقبال چندانی نسبت این طرح گروه نظام سیاسی عقاب نشون ندادن. اون چی که ما و دیگر اندیشان دارن بررسی میکنن، یکی ترس از عدم موفقیت دوباره. ببینید دفعه اول اونایی که اون انقلاب رو کردن موفق رو شدن، ببخشید بهره گرفتن و برنده رو شدن، ولی مردم موفقیت ازش ندارن چون امروز دشمن جمهوری اسلامی هستن. پس یکی ترس از این که دوباره یه اقدامی بکنیم، حالا شبیه انقلاب، نصف انقلاب کاری رو انجام بدیم و دوباره مثل امروز بشه، یه عده دیگه بیان سر کار و مثل الان ما بسیار ناراضی باشیم از زندگیمون. دومیش نگرانی های شخصیه که من چی میشه اگه اینجوری بشه، نمیدونم باقی فرزادم چی میشه، نمیدونم پولام چی میشه، شغلم چی میشه. از این حرفا که درسته، باید به این فکرها باشیم. و سومیش نبود رابطه کارساز بین دگراندیشان داخل کشور، که عدهشون زیاده. و البته این دگراندیشان با اون اصلاح طلبان میشه گفت قاطیشون نکنین، میشه گفت که به طریق یه مقداری اوورلپ میکنن، با هم یه مقدار قاطی هم هستن. مردم ایران همون مردم ایران هن. یه روز میگن جمهوری اسلامی، یه روز میگن مرگ بر جمهوری اسلامی، و آخرش نبود رابطه کارساز بین دگراندیشان داخل کشور و اجتماع. یعنی اون چی که در آیندشان دارن فکر میکنن تو اجتماع جا نمیفته. بریم رو اسلاید شماره 2. این اسلاید شماره 2 رو که میبینین
درخواست مردم از عقاب ایرانه. من تند میخونم بعد توضیح میدم. با در نظر گرفتن مشکلات امروز، آیا راهکاری موجود هست که با بهره‌گیری از تاکتیک خیزش سیلاسا الگویی را ارائه دهد که هم پیروزی یک حرکت سراسری را شامل باشد و هم دگراندیشان داخل کشور را برای ایجاد یک تحول سیاسی در ایران یاری دهد؟ اسلاید برداریم. این اسلاید داره میگه که عقاب ایران، شما میتونی با توجه به راهکارهای موجودی که داریم با بهره گیری از تاکتیک خیزش سیلاسا میبخشید الگوی را انتخاب بکنین، این هم بتونه یه پیروزی سراسری در مملکت به وجود بیاره و هم دگراندیشانی که تقریبا جایی صحبتشونی زیاد بحثشونی، این دگراندیشان بتونن در اجتماع رشد خودشون رو نشون بدن که شاید بهره‌گیری بسیار بیشتری بشه برای استفاده از اینکه ایرانی برود به اون جایی که ایرانی بود. بریم سر اسلاید سه. اسلاید سه رو ببینین، میگه بهره‌گیری از روش‌های دور از خشونت خیزش سلاح‌های اتحاد دفاع نظامی ندارد. این میشه دو شعبه یا دو تا راه کار آورد روش بحث کرد. یکیش میگه که این دست راست تغییر شرایط سریع، یعنی اگه خیزش سیلاسا بکنی یک روزه جمهوری اسلامی دیگر نیست، بعد اون چیز دیگه ای که شما دلتون میخواد خواهد بود. دست چپ میگه برچیدن موانع پیشرفت، یعنی الان که ما میخوام یه پیشرفتی داشته باشیم که برگردیم به زندگی که دلمون میخواد، به تاریخ قوی گردن کلفت مملکتمون ایران، واسه این که برگردیم به اونجا یه مقداری این کار آهسته تر انجامش طبیعیه. تغییر شرایط سریع گوشه ای از کار خیزش سلاسای ادهاز و برچیدن موانع پیشرفت برای که به هدفمون برسیم یه مقداری آهسته تر گوشه دیگری از پیشرفت ما هست. بریم اسلاید شماره. الگوی برچیدن موانع سیاسی در ایران، از عقاب ایران یه الگو خواسته بودید شما عزیزان، ما به این نحو این الگو رو پیشنهاد میکنیم. راهکارهای مسالمت آمیز با تأیید بر مصلحت میهن و ملت. سلاید بردارین لطفا. ببینید عزیزان، میگه این الگوی برچیدن موانع سیاسی، ما باید یه راهکاری پیدا کنیم که تا حد امکان تا اونجایی که میتونه مسالمت آمیز باشه و تأیید و تأکیدش روی مصلحت ملت و مملکت باشه. این یه چیز بسیار جالبیه، همونی که دیدین من یه دورم اینجوری نشونتون میدم، چیز خیلی جالبیه و روش خب بیشتر باید کار کرد، چون اینایی که ما امروز برای شما صحبت میکنیم و در چند جلسه گذشته یه مقداری مقدمات بود و به اصل هم در چند هفته آینده میرسیم. بریم روی اسلاید بعدی لطفا. به بنده فرمودن که من تو دوربین خوب نگاه نمی کنم. اسلاید بعدی میگه که دستاورد کلی این راهکار پیشنهادی، خوب گوش کنید، این راهکار پیشنهادی ادعایی برای برطرف کردن مشکلات کشور را در یک مدت کوتاه ندارد. خیلی ساده، بلکه دستاورد آن پایه‌ریزی مکانیزمی خواهد بود
که بتواند ریشه های استبداد و فساد دولتی را به تدریج از بین برده و کشور را هر روز یک گام به جامعه سالم و پویا نزدیکتر کنم. سلاید بعدی لطفا. خیلی مهمه این مطلب که همه واقعا یه خود روش تکیه بکنن. میگه این راه کار پیشنهادیز، ادعایی نمی کنن که ما مشکلات مملکت رو سه چهار شبه حلش میکنیم اصلا، ولی این راه کارهای دستاورد آن یه پای سازی و مکانیزم خواهد بود که بتونه ریشه های استبداد رو یه مقداری بلرزونه و مملکت رو آماده کنه برای اینکه برگرده به تاریخ پر افتخار خودش و مردم در رضایت زندگی بکنن. ما رضایت مردم رو نمیبینیم عزیزان دوستان، مردم راضی نیستن. من اینجا یه خورده توضیح اضافه بدم. ببینید آقای خامنه‌ای ریشه کار از دستش در رفته، بقیه هم دیگه اون جوش و خروش رو ندارن. هر کی به فکر اینه که این صندلیه رو بپاد یه خودم پول بیشتر بلند کنه، مهم اینه که مردم دقیق پی بردن که چقدر داره در مملکت بی انصافی ها و ببخشید این یه لغت رو مصرف کنم، بی ناموسی های غیر عادی بزرگی داره در مملکت انجام میشه که مردم به هیچ عنوان از این زندگی رضایت کامل ندارن و ما باید کاری بکنیم که آهسته این فسادی رو که در مملکت ما همه وجود اجتماع رو گرفته، این فساد رو بتونیم برچینیم. دوباره تکرار میکنم، این دگراندیشان که شاید ما بخوام این حساب بکنیم که اینا اون اصلاح طلب ها هستن، ممکنه تعدادشون اونا باشن، ولی لزوماً اینا اون اصلاح طلبان قدیم نیستن. اون اصلاح طلبان قدیم مسلماً دو دسته بودن، یه دستشون حقه باز بودن و دروغو اونا رو هیچی میکنیم، یه دستشون میشه که واقعاً میخواستن به فکر مملکت باشن. من از اونا دعوت میکنم حالا که الان ما داریم این ریشه ها رو، این راه های عبور رو بررسی میکنیم، آقایون اصلاح طلب ها فکر نکنیم ما داریم اصلاح طلب اون وقتی میشیم، نه، ما داریم راهکار نشون میدیم. شما چرا دوباره لااقل با این صحبت هایی که ما براتون میکنیم جا نمیفتیم؟ باید اگر اندیشان بیشتر قاطی بشیم و بلکه بتونیم از این کار نتیجه بگیریم. مسلماً این کار نتیجهش همونجور که در چند تا اسلاید قبلی دیدیم یه مقداری آهسته تره، ولی چه فرق میکنیم؟ ببینید ما میخوام ایران رو نجات بدیم، اگه آهسته تری نجات میده اصلا خدافظ ما همه چی. ما میخوام بریم دنبال اون که ایران رو نجات میده، اگه اون نجات نمیده باید منتظر این باشیم که یه روزی مردم به این جونشون برسه که الان رسیده ولی تا اینجا نیست، یه خود پایین تره و با یه حرکت یه تکون اینا اون خیزش به وجود بیاد. ببینید در زمان ژنرال پینوشه در اون قضایای فیلیپین هیچ وقت تصمیم گرفته نشد که بیان خیزش سیل آسا بکنن که کردن و بردن. این پیش آمد براشون، این پیش آمد رو ما و به خصوص من
برای ایران پیشبینی مطلق روش دارم. گرفتاری و بی‌بندوباری رفته به جایی که دیگه محل نیست، راه ها داره بسته میشه بده به یه دونه راه خیزش سیلاسا. ولی این راهکارهایی هم که ما خدمتون ارائه دادیم بسیار عالیه که روش فکر کنین یه خورده ببینیم واقعا جواب چی میتونی بگیری. چرا بدیا که تا من صحبت میکنم اگه امکان داره اون تلفن رو روی میز بتونیم برسونیم ممنون میشم. ضمناً اسلاید بعدی رو هم لطف کنیم بذاریم. این راهکار بذارین بر این راهکار عزیزان پیشنهادی ادعایی برای برطرف کردن مشکلات کشور در یک زمان کوتاه نیست، بلکه دستاوردی هایی که میتونیم از فسادها یه مقداری دوری بکنیم و بتونیم نزدیک بشیم به اون زندگی اصلیم. این اسلایدی که گذاشتین من خونده بودم، یکی دیگه لطف کنیم بزنیم. اسلاید بعدی رو که الان میذارم براتون خیلی مهمه. تیتر این اسلاید هست نکات مهم. هدف این راهکار، این راهکاری که ما نشونتون دادیم، الزاماً تعویض نظام حکومتی نیست و نه روی کار آوردن دولت دیگری. ما نمیخوام با این راهکار این نظام رو برش داریم یا یه دولت دیگری بیاریم. تو اون استاد قبلی گفتیم با این راهکار میخوام یه خود زمینه رو آماده کنیم برای رسیدن به یه دموکراسی و یه احقاق حقی که بتونیم با اون احقاق حقمون برسیم به اون چیزی که میخواییم. حالا با خیزش سیلاسا سخته، طول میکشه، خیلی خوب با این راهکار رو میریم. اسلاید بردارین لطفا. هدف این راهکار الزاماً نه تعویض نظام حکومتی است و نه روی کار آوردن دولت جدید دیگریه. خیلی راحت، هیچ سوء تعبیری برای هیچ نفری که دلش بخواد حرفای کچکول احتمالا بزنه باقی نمیمونه، بلکه قوه های مجری مقننه و قضاییه با مسئولین فعلی. اینو ما در شروع گروه نظام سیاسی و قوانان هم گفته بودیم، هر کسی روی همون صندلی که بوده میشینه همون شغلی که داره داشته باشه. این هم همون رو داره میگه الان، میگه قوه های مقننه و مجریه و قضاییه با مسئولین فعلی به انجام وظایف خودشون ادامه میدن. اگه این کار نشه مملکت به هم میخوره. باید سازمان اداری مملکت، چه بده چه خوبه چه هرچی هست، بالاخره الان داره کار میکنه. این سازمان باید سر جاش باشه، کارشو بکنه تا از عقب تشکیلات شروع کنه یه مقداری تجدیدن بهبودی بخشیدن به این تشکیلات. میریم اسلاید شماره 7 دوستان. در این اسلاید شماره 7 میگه شرایط شخصی افراد هیچ تغییری نخواهد کرد و اموال خصوصی همگان دست نخواهد خورد. تمامی قراردادهای قانونی دولتی با دولت‌های خارجی و شرکت‌های داخلی و خارجی و شهروندان به قول خودش باقی می‌مونه. اسلاید بردارین لطفاً. اوکی، من اینو یه دور دیگه براتون میخونم و توضیح میدم. ببینید اشخاص حساب کردیم یه وقت پیش ترک اینا ممکنه بترسن از این که حالا بیاد یه شلوغ فلوغ دیگه ای بشه و از ما چی میشه، حالا اینا به هم میخوره، مدرسه‌مون چی میشه، شغلمون چی میشه،
پولای تو بانکمون چی میشه، برای اینکه یه مقداری کمک سنگین بشه به این نظریه افراطی. اینجا نوشتیم که شرایط شخصی افراد هیچ تغییری نخواهد کرد و اموال خصوصی همگان دست نخورده خواهد ماند. اموال خصوصی همگان، اون اتومبیلی که مال دولته، سه تا زیر پای یه آدمه، یکی پسرش میرونه، یکی دخترش، یکی زنش، اونا اموال خصوصی نیست. اموال خصوصی حساب بانکیش، ماشین خودش، یعنی چیزا. به هر طریق این قضیه، این راهکار ها مال این نیستش که زندگی شما رو متغیر کنه، متلاطم کنه و شما رو به تفکرات عمیق ناصالح ببره. و تاشم میگه همه قراردادهای دولتی با دولت‌های بیگانه، شرکت‌های داخلی، شرکت‌های خارجی، اینا همه اینا به قوه خودش باقی میمونه. البته تو تمام دنیا که تغییرات به وجود میاد، همه قراردادها رو محترم میشورن تا اینکه بعد برسد ببینن آیا مثلا قرارداد نفت رو یکی از عوامل جمهوری اسلامی به علت گرفتن مثلا 300 میلیون دلار دو تا خطش رو عوض بدل کرده که به ضرر ملت ایران، خب اونو عوض میکنن. در غیر این صورت همه این چیزا سر جاش میمونه. اسلاید هشتم لطفا. آیا این راهکارها مشابه به حرکات اصلاح طلبان پیشین است که من قبلا هم یه خود براتون توضیح دادم؟ الخلاف ظاهرسازی های اصلاح طلبانه پیشین که همش ظاهرسازی بود، این راهکار مدون می باشد و ابعاد کاملا مشخصی دارد. این اون ریختی پراکنده و پرپاچیده ای نیست. این دوتا دوتا چارتا وزن و مدون نوشته شده است و بدین ترتیب این راهکار یه اقدام نوین بوده و خواستهای تمام تفکرهایی را که به ایران میاندیشند را در بر میگیرد. این اسلاید دیگه زیاد احتیاج به توضیح نداره، خیلی ساده بود، شما شنیدید. میریم اسلاید نهم. یه خود رو این دقت کنید. برچین نهادها، ارگانها، سازمانها و سایر تشکیلات دولتی که با مصلحت اکثر شهروندان منافات دارد. دوباره میخونم. برچیدن نهادها، ارگانها، سازمانها و سایر تشکیلات دولتی که با مصلحت اکثر شهروندان منافات دارد، مثل تشخیص مصلحت نظام، از این چیزا که حالا بعد صحبتش میشه، بیان که وجودش هم مانعی برای استقرار دموکراسی و ایجاد یک حکومت مردمی در ایران است. بریم اسلاید دهم. معلق سازی مقام ولایت فقیه یعنی رهبری. مگه امریکا رهبر داره؟ مگه انگلستان رهبر داره؟ این رهبر چیه اومده اینجا وایساده؟ دوم، حذف شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت. اینا همه رو درست کرده بودن که این خامنه‌ای هر کاری دلش میخواد بکنه بهش صورت قانونی بده. اینا حق بازیه، اینا از دوزی و هیزی بدتر، اینا انقدر نامردیه که خدا نبخشه اونایی رو که اینا رو به هم دیگه چسبوندن و تحویل ملت ایران دادن. اسلاد لطفا مردی تای اسلاد دوتا مطلب دیگه داره. یکی تأسیس مجلس مستقل حکومت. اینو بعدا براتون توضیح خیلی میدیم.
یه همچه چیزی نبوده. یه وظایف بسیار عالی روی این مجلس مستقل حقوقدانان هست که فقط این مجلس رسیدگی میکنه به خواست ملت ایران. این با دولت کاری نداره. مثلا ملت ایران میبینن که این رودخونه کرج رو دارن مسیرش رو عوض میکنن که بره به جا دیگه. خب ملت اینو دوست نداره، میرن 100,000 تا امضا جمع میکنن و این مجلس مستقل حقوق دانا، اینایی که حقوق میدونن، میدونن که این رودخونه نباید بره این ور، باید بره این ور، اینا میان به این نوع درد و دلای مردم میرسن. در این زمینه ها با شما صحبت زیاد خواهیم کرد. یادتون نره داریم راهنماییتون میکنیم به یه راهکارهای جدید، آخریش اعلام بخشش عمومی برای همکاری و آزادسازی زندانیای سیاسی عقیدتی. یه دونه اسلاید دیگه هم میریم که این آخر اسلاید امروزمونه. ارائه جزئیات راهکار در شنبه 30 جولای برابر با 9 مرداد انجام میشه. تهش هم نوشتیم همین همت از ما و حمایت از شما. دیاکو عزیز ازت خواهش میکنم که دوستان عزیز اونایی که این مطالب رو شنیدین نظر انسانی ایرانی والایی آقایی خانومی دارین بیاین نظرتون رو بگین. ایشالله که من قدرت داشته باشم تا آخر برنامه این خطوات بذارم لاغر 4-5 نفر تو این زمینه مطلبی دارن برای ما بگن. دیاکو جان خطا رو باز کنین. من نمیدونم این تلفن آمادگی داره یا نه. اگه دوستان میان رو خط من بتونم به صحبتاشون گوش بدم. تا تکلیف این تلفن معلوم شه، چون من نمیدونم این تلفن الان آنه یا نه، بازم توضیحاتی بدم در مورد اون چی که امروز شنیدیم. دوستان یه عده آدمایی هستن که میگن از نمیدونم تهران به دروازه دولاب 4 راه داره، یکیش بهتر از بقیه است. حالا بعضی از اون آدما که در ارتباط با عقاب ایران هستن این صحبت ها رو کردن که واقعا دگراندیشن و دگراندیش جای بزرگی رو باید در مملکت داشته باشه. این معلوم نیست که روشن یا روشن نیست. آره ولی کسی نبینیم. از طریق دوستان ما منتظرتون هستیم که تشریف بیارید رو خط. خطا روی تلویزیون هست، صفحه تلویزیون. با این خط اگه میلتون هست تماس بگیرین با هم دیگه صحبت کنیم، ببینیم نظر شما راجع به بحثایی که ما داشتیم چیه. و من تا کسی بیاد، چون وقت کمه، خیلی وقت کم داریم، یا نه براتون ادامه میدم. حتما این مردمی که دارن متفاوت فکر میکنن ولی در راه واقعا رفتن به بهترین برای مملکت اونت، منم خیلی اعتقاد بهشون دارم. خیلی گوش میکنیم، خیلی منتظریم. یه شماره اینجا اجازه بدین بفرمایید رو خط هستی. خورو الو نایمه. در هر صورت من چشم به این هست. دوستان عزیزان ما در چندین هفته آینده بسیار زیاد این رو برای شما باز میکنیم. به مقدار بسیار زیادی شما خودتون اینا رو میدونین، این صحبت های ما رو هم که دیدین.
شما روی خط هستی، بفرمایید. قربون جان تیمسار، با عرض سلام. سلام از من، بفرمایید. من سوالم این هستش که چرا اقلیت های مذهبی در امریکا خواب زیاد جلو نمیذارن و خودشون رو عقب کشیدن؟ یعنی اقلیت های مذهبی ایرانی رو میفرمایید؟ بله بله، در مورد همین مسائل ایران. والا من از تلویزیون گوش کنم. خواهش میکنم، سوال خوبی عزیز من. و خب دوستان ما اقلیت های مذهبی هم شنیدن. من رو این کار فکر نکرده بودن قبلا، ولی بالاخره شما فکر کردین و الان این سوالا آوردین. بازم اگر دوستان اقلیت‌های مذهبی که این سوالو شنیدن ممکنه تشریف بیارن رو خط و جواب این دوست عزیز ما رو بدن. و من البته میبینم بعضی از این دوستان رو تو خط مبارزه، ولی شاید شنیدن. من رو این کار فکر نکرده بودن قبلا، ولی بالاخره شما فکر کردین و الان این سوالو آوردین. بازم اگر دوستان اقلیت‌های مذهبی که این سوالو شنیدن ممکنه تشریف بیارن رو خط و جواب این دوست عزیز ما رو بدن. و من البته میبینم بعضی از این دوستان رو تو خط مبارزه، ولی شاید به اون حدی که این دوست ما انتظار داره نباشه. و هر طریق جوابش میدونه میمونه با شما مردم که حتما یه روزی یا امروز بیاین رو خط و جواب این دوست عزیز ما رو بدین. این مطالبی که ما به شما گفتیم اگه ما بگیم و ردشیم نتیجهش نمیدونیم چی میشه. البته ما به تعدادی مقداری در ارتباط هستیم. شما روی خط هستیم، بفرمایید. الو، بفرمایید. قربون تیمسار، درود بر شما. قربون شما. نظر من این بود که شاید بعضیا این صحبت شما رو درست متوجه نمیشن. بسیار ساده و فارسی میگین شما. خیزش سیلاسای ادعا دفاع نظامی ندارن، شاید مردم واقعا متوجه نمیشن اینا. نمیدونم، شاید بگیم مردم برزیم، اگه ما برزیم تو خیابون هیچکی جلو ما رو نمیتونه بگیره، به طور عامیانه بگیم، شاید اینا بهتر متوجه بشن. نمیدونم، نظر من اینه. خیلی متشکر، نظرتون صاحبه، حتما این کاری میکنیم. ولی بارها و بارها این کار و این زمینه رو من صحبت کردم، گفتم به عنوان مثال قرار ساعت 10 صبح چهارشنبه همه این خیزش سلاسا رو انجام بدیم. شما 5 دقیقه به ساعت 10 صبح توی خونت، توی راهرو پشت در خونت ایستاده باش. ساعت 10 که شد در خونت رو اگه واکنی و همه بقیه هم در خونتشون رو واکنن بیان بیرون، هیچ دولتی قادر به مقاومت در مقابل این نوع خیزش سلاسا نداره. اینا رو ما یه خورده توضیح دادیم، ولی حق با شماست، باید توضیحات رو یه خورده بیاریم پایین تر که همه دوستان بدونن ما چی گفتیم. خیلی متشکر از زحمت های شما تیمسار. تشکر میکنم، وظیفه همونه. قربان، لطفتون زیاد، متوان باشید. مرسی. قربان شما. دوستان، من تشکر دارم از این دوستانی که واقعا به هر نحوی میان و نظرات خودشونو ببینید. همین صحبت که ایشون الان کردن این به درد بخوره، ما از این کار استفاده خواهیم کرد. اگه میبینید که یه کمی ما داریم از ساعت میریم جلو و حدود 5 دقیقه دیگه هم صحبت میکنیم، دلیلش این بودش که یه خود برق اذیت رو میکرد، یه کمی برنامه‌مون عقب افتاد. داشتم عرض میکردم که اگه ما این مطالب رو بگیم با اون تعدادی از ایرانیایی که ما در ایران و خارج از ایران تماس داریم و با اونا گفتگو کنیم، یه خود ما کم میاریم. همه ایرانی ها باید شرکت کنن. من صحبتم این نیست که همه بیان بگین چه حرف خوبی زدی، نه، همه بیان تنقید بکنین، بگین اینجاش اشکال داره، اینجاش اونجوره. ما تو این اسلایدات 4-5 دفعه گفتیم که ما هیچ ادعای مطلقی بر مصلحت و صلاح اون چی که ما داریم ارائه میدیم نداریم.
اون موقع این ادعای مطلق میشه که دوستان تشریف بیارن نظراتشون رو بگن. خیلی هم ممنون و متشکر که خیلی آقاونه و خانمونه یا هر جور صحبتاشون رو کردن و ما استفاده کردیم، ولی ما منتظر این هستیم که از دفعات بعد حتما و مسلما شما دوستان به خصوص از ایران شرکت کنین و جوابگوی این صحبتهایی که ما گفتیم و یا مخواه صحبتهایی که ما گفتیم صحبت کنین که ما بتونیم بیشتر همدیگر رو پیدا کنیم. هیچ راهی ما نداریم جز این که همکاری با هم داشته باشیم. الان این تعداد روشنبینان اسمشون رو من بذارم که دارن در ایران با ما این همکاری میکنن، خب ازشون تشکر داریم و مسلمان هم استفاده میکنیم از وجودشون برای بهبود بیشتر این کار. دوستان دیگری هم شاید در هفته های آینده با ما همکار بشن، یه خود بیشتر به ما کمک بکنن تا ما بتونیم بیشتر همینجور که این دوستمون فرمودن این قضایا رو ارائه بدیم. اگه دیدین دو نفر بیشتر با ما صحبت نکردن، دلیلش اینه که ما یک سال خط رو باز نمی کنیم. یه اشکال فنی هست که ممکنه همونجور که قبلا عرض کردم یه خوره ناملایماتی توسط بعضی از بیشتر جوانان یه خوره کم فکر به وجود بیاد و اون دلیل میخواستیم که احترام برنامه سر جاش باشه، خط باز نکردیم. دوستان کم آشنایی با خط باز کردن ما دارن، دفعه دیگه شاید زمان بسیار بیشتری رو بذاریم که خطمون رو باز بکنیم و از صحبتهای شما نتیجه بگیریم. ما داوطلب مطلق صحبتهای شما عزیزان هستیم که حتما بتونیم برنامه‌مون پربارتر و مؤثرتر باشه. در اینجا برنامه ما به پایان میرسه. از اون یه مقدار تأخیر تعدیلی که برق واسمون به وجود آورد معذرت میخوام. خوب و خوش و سلامت باشین تا جلسه بعد. شب و روز همه شما هممیهنان عزیز بخیر. Thank you.